روزی پیشگوی پادشاهی به او گفت که در روز و ساعت مشخصی بلای عظیم بر پادشاه نازل خواهد شد این پیشگویی شاه را به وحشت انداخت اما خوشحال شد که این را از پیشگو شنیده است چون میتواند پیش از حادثه ای کند پادشاه به سرعت دست به کار شد و به بهترین معماران کشورش دستور داد هرچه زودتر محکمترین قلعه را برایش بسازند معماران بیدرنگ بی آنکه هیچ سهلنگاری معطلی نشان بدهند دست به کار شدند سنگ های محکم از مکانهای دور آوردند و قلعه های محکم و فولادین ساختند سرانجام یک روز پیش از روز مقرر قلعه آماده شد پادشاه راضی و خوشنود وارد قلعه شد و به معماران پاداشی درخور داد و پاسداران ورزیدش را در اطراف قلعه گماشت پادشاه در آستانه روز وقوع حادثه به گفته ی پیشگو وارد اتاق سری شد که از همه جا مخفیتر و ایمنتر بود اما پیش از آنکه کمی احساس راحتی کند متوجه شد که حتی در این اتاق سری هم چند شعاع نور آفتاب دیده می شود او فوراً به زیر دستان خود دستور داد که هرچه زودتر همه شکاف این اتاق سری را هم پر کنند تا از ورود حادثه و بلا از این راه هم جلوگیری شود زیر دستان بیت پادشاه چنین کردند و همه منافذ مخفیگاه پادشاه را کاملا مسدود کردند طوری که دیگر نه نوری می آمد و نه هوایی و چنین شد که پادشاه در همان روزی که پیشگو پیشگویی کرده بود در مخفیگاه سری و آسوده خود به خواب ابدی فرو رفت و خفه شد حالا گویی سید علی ناغلا هم چنین پیشگویی را ملاقات کرده است شاید هم کفبینی چشم در چشم سید علی نگاه کرد و به او گفت که در فلان موعد بلایی نفسگیر گریبانت را خواهد گرفت از این رو او از آن پادشاه مرحوم تجربه گرفت و قلعه نساخت و در قلعه خود را محبوس نکرد در عوض تلاش کرد روزنه های حکومتش را ببندد هر منفذی در حکومت باقی بود را پاسداری در آن چپند قاتل 67 را رأس قوه اجرا گذاشت شخ گوشخار را بر مسند قضا نشاند پاسدار قدار بند را بر مجلس گماشت هیئت دولت را از اعضای بیتش پر کرد مجلس را از نزدیکترین گماشتگانش هم باشت حتی از شهر تهران هم نگذشت حالا باید قاعدتا خیالش راحت باشد که پردوی آفتابی از سقف قدرتش به زمین نمیتابد شاید کفبین یادش رفته باشد که برای سید علی ناغلا پیشگویی کند که نوع بلای نازل شده به او نیز خفگی یادش رفته بود که بگوید همه روزنه ها را نبند بعد از انتشار ویدیوهای زندان اوین یه دوست بزرگوار و استادی ارجمند مثل خیلی از افراد فیلم ها رو فرستاد و شاید انتظار داشت که من به جای مسئولان جواب بدم. نوشتم من که خودم اون بودم اینا برام خاطر است ولی راستش اصلا نمیدونم واقعا دوستان مسئول جمهوری اسلامی تصور دیگه ای داشتن از پشت اون دیوارها که حالا بخوان با این فیلم ها تغییر کنه یا واقعا اگر این فیلم ها منتشر نشده بود آیا باز هم بر شعارهای خودشون اصرار میکردن؟ که آری معلوم است میکردن و چه جور هم و آیا حالا که منتشر شده چیزی عوض میشود؟ که باور دارم چیزی عوض نمیشود میدانم که نباید بترسم و سکوت کنم بلکه باید با صدای بلند فریاد بزنم و بگویم اینها نه اسلام است و نه جمهوری است و نه اسلامی اسمش را هر چیز دیگری میخواهید بگذارید فقط خواهشم از دوستان انقلابی و حزب الله و مؤمن و بسیجی اینه که شما که هر وقت حرفی میزنم و چیزی مینویسم توجیه میکنید و گلایه دارید که کاش سوالی میکردی یا چیزی میپرسیدی حالا بفرماییم برای ما توضیح بدین و روشنمون کنین و خرفهممون کنین که چه خبره این مسئوله بی همه چیز که کسافتکاریش مال شماست و جواب دادن به پیامهای مردم و فوش خوردن کف خیابونش مال امثال من فقط خدا میدونه شب و روز چقدر باید جواب جوانهایی رو بدم که از اعتقاداتشون دیگه هیچی باقی نمونده در حالی که آقایون پشت درهای بسته و توی ماشینهای دودی و زرهی و تو حلقه محافظانشون نه تنها پاسخی به هیچ کس نمیدن بلکه اصلا بر رفتن دین و دنیای مردم را به فلانشون هم حساب نمیکنن به خدا دیگه دارم از امامه روی سرم هم خجالت میکشم به قلم محمد رضا زائری وزیر ارشاد دولت رئیسی گفته بود که آثار نمایشی و فیلم ها در ایران از زن بی تصویر مثبتی ارائه می کنند ظاهرا اتفاقی نیست که خبر تعطیلی رشته نمایش در هنرستان دختران سوره روز رأی اعتماد به همین وزیر اعلام شد. خبر تعطیلی رشته تئاتر در هنرستان دختران سوره روز گذشته ابتدا از سوی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان هنرهای نمایشی منتشر شد. این هنرستان زیر نظر حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کند و تنها هنرستانی است که دختران می توانند در آن در رشته نمایش تحصیل کنند. نگار حوزه هنر در یک پیام توییتری ضمن بازنشر خبر حذف رشته تئاتر برای دختران نوشته مسئولان هنرستان برای جلوگیری از رسانه شدن خبر به شدت تلاش می‌کنند. این خبر نه تنها منتشر شد که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای نیز داشت و در اعتراض به آن کارزاری در فضای مجازی به راه افتاد. سایت برترین ها در این باره نوشته است شب گذشته نیز اتاقی در کلاب هاوس با موضوع حذف رشته نمایش از هنرستان دختران سوره با حضور جمع زیادی از فعالان تئاتر دانش آموزان هنرستان سوره و دانشجوان دانشگاه سوره راه اندازی شد که در این باره به گفتگو پرداختند و از این اتفاق ابراز ناراحتی کردند آیا این اتفاق با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی ارتباط دارد به این سوال هنوز نمیتوان به طور قاطع پاسخ داد اما انتشار خبر ممنوعیت ثبت نام از دختران در رشته تئاتر در سال تحصیلی جدید همزمان با بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیسی در مجلس شورای اسلامی رخ داد. محمد مهدی اسماعیلی که روز چهارشنبه با رأی موافق 181 نماینده مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 هم شد، یکی از مخالفان سرسخت بازیگری زنان است و نظرش در این باره را نیز به تازگی به سراحت اعلام کرده است. اسماعیلی به تازگی و هنگامی که برنامههایش برای تصدی وزارت ارشاد ارائه کرد چنان جنجالی به راه انداخت که در میان دیگر گزینه های پیشنهادی رئیسی برای دولت سیزدهم نظیر نداشت به نوشته ای اقتصاد 24 او در برنامه خود گالری و نگارخانه ها را فضای مناسبی برای توسعه و تعمیق حیازودایی کشف هجاب و حجو ارزش ها معرفی کرده و آنها را پاتاق ضد انقلاب خوانده است یک وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یک پیام توییتری میپرسد حذف رشته نمایش برای دختران آیا به معنای حذف زنان از سپهر عمومی جامعه است برخی کاربران نیز با اشاره به برنامه حذف زنان از عرصه بازیگری جمهوری اسلامی را متهم می که در صدد پیشی گرفتن از طالبان افغانستان هستند با ممنوعیت تحصیل دختران در رشته تئاتر سوره پیش به سوی انقلاب فرهنگی مجدد با همین فرمان دور نیست روزی که جمهوری اسلامی از طالبان پیشی گرفته در خفقان زیرا که طالب تحت فشار بین المللی و تلاش 20 ساله به ویژه زنان در راستای دموکراسی ممکن است کمی کوتاه بیاید اما حماقت اینان حد و مرز ندارد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار